اصلا عجیب بود، همه چی یه جوری جور شد، همشون هم یه جوری خودشون رسوندن. فکر کنم همه هم اومده بودن یه قصه رو بگن، ولی فردین قصه ما فردین فیلم ها نبود، فردین واقعی بود. فردین واقعی چهار سال پیش پارتی. بله پارتی بود دیگه. از خونه استیلز. I know Fardin from hanging out with Parham and Ashkan. I met him as one of the group. That's how I initially met him. بعد اولین کسی که مدام در منو برد تو فردین بود. اولین کسی که تو اکیپ آشنا شدم باش فردین. حدود 3 سال پیش بود خونه اشکانینا، خونه استیلزشون. اولین بار فردین اونجا دیدم. یه کمی متفاوت بود نسبت به اون چیزی که تو ذهنیتت هست نسبت به اسم فردین. فردین یه آدم سوپر مهربون، بسیار عجول، خوش برخورد، بغلش آدم خوش میگذرون، خوشحال بود و بسیار درس خون. اینش خیلی مهم بود برای من، چون با خیلی شبا میشستیم بغل هم، همه مثلا دوره هم میشستیم فیلم نگاه میکنیم، همه کار میکنیم، اون وسط فردین با کتابش میمد میشست میشست درس بخون. فردین بی توقع و بدون این که یه چیزی طلب کنه همه کار میکن و کار امروزشو به فردا نمیدن و خیلی نترس. در واقع ته دلشون با هم دیگه زندگی کردیم، میدونم که بیشتر با لحظه خوش بود. زیاد کر نمیکرد برای فردا. قراره چه اتفاقی بیفته، قراره چی باشه. سعی میکرد اون موقعش رو فان داشته باشه، اون موقعش خوش باشه. فردین یکی از مهربون ترین و دوست داشتنی ترین آدمایی بود که من تو زندگی میشناختم. همیشه هم بگو بخند بود، یعنی آخرین نفری بود توی دوستا که میتونم بگم که بتونه سر جاش بشینه یا بتونه بدون برنامه باشه. همیشه یه برنامه بود برای فردی. یه آدم خیلی پر انرژی، پایه، خوشخوراک، همیشه هم پولو میپوشه، خیلی هم موهاشو دوست داره. یه آدم مهربون، یه آدم میدونی، یه آدمی که خوش قلبه. همونگه میدیدمه شده مهمونی و پارتی و کلا آدم شادی بود دیگه، همیشه مهمونی آدم میمونه. آدمی نیستش که خودشو بگیره، این که خیلی خودمونیه، خیلی باهات سری اخت میشه، سری دوست چندین ساله میشه باهات.
از خوشحالی خوشش می اومد. یعنی دوست داشت که همه که آدمایی که نمیخوام شعار بدم بگم از خوشحالی، ولی واقعا اگه وارد یه جمعی میشد که میدونی همه خوشحالن، فردین باهاش خوشحال بود. فکر میکنم بیشترین چیزی که فردین دوست داشت درسش بود، بخاطر اینکه در همه حالتی اونو کنار نمیذاشت و باهاش خوشحال بود. دوست داشت درس بخونه. و آدم فس، بعدش میگه یکی فس باشه، میگفت همیشه باید تو شور و شادی و اکتیو باشی، همیشه یه همچه آدمی بود. یه کاری که میخواست انجام بده الان انجام بود، نمیذاش واسه فردا. من اینو ازش یاد گرفتم. دوستاش همه خیلی مثل خودش خیلی اوکی باشن، راک باشن، حرفشون رو بزنن. روی یه حرفی از یه کلمه خیلی تأکید داشت، میگفت که این خیلی خوبه، یعنی از ته نفسش میگفت این عالیه. برا من گشنمه، خیلی حال میده. گشنمه. شما رفیقی؟ نه شما رفیق، اگه رفیق بودی منو تو سرما ول می‌کردی. آی نوبی چهوه چو خیلی با هم صمیمی بودیم، یه سری دیگه کلمه‌ای داره که واقعا نمیتونم اونو بگم. دروغ میگی عمرن بعدی شش کباب سیخ نیخ نیم نمره از امتیازش گرفتی. برو شیش لیک کباب سیخ شیش. یه خاطره جالب میخوام تعریف کنم، اینکه امتحان فارسی داشت و من قرار بود باش انشا کار کنم. قشنگ ترین خاطره من اون انشایی بود که با فردی کار کردم راجع به امام خمینی. اون برای من انگلیسی میفرستاد، میگو معنی فارسیشو بگو، یا فارسی میفرستاد میگو معنی انگلیسیش چی میشه. میگفتم فردی من الان انگلیسی خوب نیست، فارسیه رو میفهمم، من چجوری به تو بگم انگلیسیش چی میشه. یه دفعه رفتیم، تازه رفته بودیم با هم همخونه شده بودیم، گیر داد که آقا بیا یه دونه گربه بخریم، اینجا گربه تو خونه بچرخه خوبه حال میده. اوکی چه گربه ای؟ پرژین کت، قشنگ. بعد خانم اولین سوالی که گفت شما تا حالا گربه داشتین؟ گفت آره داریم. بعد زنه گفت که کی داره؟ گفت این دوستم داره. گفت ای گربه؟ گفت 10 تا گربه داره. من که کف کردم، من اصلا همونجوری موندم. من بعد زنه چشاش اینقدر که 10 تا گربه ده. ما تو کل فت سمارت مثلا 10 تا گربه الان موجود نداریم. بعد فردی فکرم مثلا الان خب کمه واسش 10 تا، گفته گفت 4 تا هم سگ داره. بعد خانمه گفت تو 10 تا گربه و 4 تا سگ داری؟ گفتم خب توی تایم های مختلف بوده اینا، همه رو با هم نداشتم اینا. گفت چی شدن؟ گفتم مثلا رفتن. گفت مردن؟ گفتم نه مثلا بودن دادیم به کسی. نه گفت تو گربه بلد نیستی نگرده. گفتم که چرا؟ ولی من موف کردم اومدم اینجا و این گربه خیلی شبیه آخرین گربه ای منه، میخوایم اینو داشته باشیم. گفت پس شما اینفورمیشن تو رو بذاریم، ما حتما با شما تماس میگیریم. و این آخرین باری بود که ما اون خانمه رو دیدیم و هیچ وقت با ما زنگ نزدن. من تا اومدم کنترلش کنم اولین پله رو سر خورد، تا اومدم دستم بیارم حالا دیدم پایین پله هست. یعنی با سرعت کمتر از 2 ثانیه رسید پایین پله ها، شاید مثلا 15 تا پله. و شروع کرد خندیدن و بلند شد که آره امیر دیدی چقدر باحال خوردم زمین. و با یه بدبختی دیگه خلاصه ما از رستوران بردیم. یه خصوصیت دیگه یه فردین این که بعد از اینکه دماغش رو عمل کرده بود، صبح و زور شبم نداشت. هر موقعی که از جلوی آینه رد میشد میرفت نگاه میکرد، بعد دماغش دست میگفت این باز داره بزرگ میشه.
خب این الان از اون موقعی که ما عملش هم کردیم، خب این الان داره بزرگتر میشه. بعد منم هی به شوخی گفتم خیلی داره بزرگ میشه دماغ. با اینکه میدونست من دارم میخندم، باز برمیگشت میرفت تو آینه شروع میکرد چک کردن دماغش که ببینه همه چی. و واسهش دماغش خیلی مهم بود، چون که عمل کرده بود عاشق دماغش بوده. پچه‌ای همیشه شیطون بود، همیشه خوشحال. یادم این که یه مدوم مفقم قبل از اینکه از پیش مبره بهش گذارم فردیم، میگن December 12, 2012 then the world آخر دنیا، اینجور که توی اخبار رو اینا میگن. و گوش چه بهتر آدم بره چی این دنیا. به دوازده اعتقادی داری؟ من فکر فردی این چه حرفی داری میزنی؟ اصلا نه این حرفا چیه؟ ولی من خیلی اعتقاد دارم. اولین بار که شنیدم صبح بود، صبح زود، فکر کنم ساعت 7 صبح بود. امیر بهم زنگ زد، فکر کنم من ماشینمو اصلا روی پل یه خونه روبروی بیمارستان پارک کردم. گفتم الان یه دقیقه میرم توی بیمارستان، فقط به فردین میگم که با این شوخی درست نیستش. از روی صدای پرهام فهمیدم که یه اتفاق بدی افتاده، چون پرهام تو موقع روز با اون حالت زنگ زدن، یعنی یه اتفاقه. اصلا شاک شده بودم، دیگه نمیدونستم چی بگم، فکرم داره شوخی میکنه. گفتم نه امکان نداره یه همچین چیزی، اصلا فرد چیزش نبود که بخواد بمیره، نه امکان نداره. وقتی که اینقدر حالش بده، ما هم اینقدر دوستای صمیمیش هستیم، وقتی بلند بشه دوست داره ما رو ببینه. به خاطر این نرفتم. ولی خب یواش یواش دیگه کم کم آدم باورش میشه. فقط نگاهش کردم، یعنی سخت به خدافظی با یه سه آدمه که دوست داری سخته، مثلا کسی که باش خاطرات خوب داری. ولی خیلی تو زندگی صحنه‌ای هستش که نمیشه دید. میتونی یه نفر رو اینجوری از دست بدی؟ خیلی سخته نبود. اگر رو صدام بشتم بهش میگم که میشه یه بار دیگه بهنه بود. شاید دیدنش آرزوم شده. همیشه همه زندگی سعی کردی شاد باشی، همه رو شاد کنی، خوشحال باشی. بهش اونو هر جا بری خوش بگذارم. فردی ماما همیشه ازت راضی بودم. اگه میدونستم اینجاست، آره میتونستم باش خداحافظی کنم، ولی حالا اینجا نیست. داداشی آروم بخواب که شهر شلوغه. هر دفعه من میخواستم که یه بار دیگه تکرار شه. میتونستم بغلت کنم خیلی صفر، ماچت کنم، حست کنم یه بار دیگه.
این همه آرزومه یه بار دیگه حست کنم. انشالله که اونجا که هستی ماما آروم باشی، بر ما ناراحت نباشی و مطمئن باشی ما یه روز میام پیشه و موقع قشنگ بغلت میکنم مادر جون. از این به بعد هیچ وقت و هیچ جا منتظرت نمیمونیم، چون تو همیشه و همه جا با ما خواهی بود. رسم قشنگ مهربونی و به یادت جاودانه میکنیم. تنها چیزی که میرسم که چقدر دوست دارم. مهدار ناراحت و نباش، چون همیشه میدونم ماما میگفت تو نگران مایی. نمیدونم چرا. ما خوبیم، فقط مواظب خودت باش. خودت میدونی هر روز که میام میبینم اونجا، فقط یه راهی رو میام. میدونم که اونجا نیستی، چون پیش منی، تو قلب منی، ولی خب باز تنها آخرین باری که دیدمت اونجا بود. به خاطر تسکین خودم میام و میرم. نگران ما نباش، مواظب خودت باش. برات آرزو بهترین ها رو میکنم اونجا. و دیگه اگه میگن هرچی میخوای از کسانی که معصومن و پاکن به خوابت میدم، من از تو میخوام فقط حواست به فرتوس و مامانت باشه. همین، دوستت دارم. میبوسم. یک سال گذشت و ما هنوز منتظریم تا شاید از این خواب مصیبت زده بیدار شویم. شک نیست تو از پرده گیتی گذری کردی و رفتی. ما همه رهگذرانیم، تا ابد هیچ نمانیم. شکوه هم نیست، تو آنجایی و ما اینجا، ولی آنجا که تو هستی به هزینه است که ما